تعداد مردم های جوگی، نداف، جوله، مردم های کم صفت، بیورزه را در میدیا روان کرده برای ازار فاشی بکنه. برادر ما به سرایت برید میگم، والله به بلا اینمی به ضرری تستو ازی کنم نفی نمی برید. اگه قرار باشه تو امروز بیای به ناموس من هزاره فاشی کنی، به تاریخ ما برابری ما، فردا ما دستی گلد به تو دراز نمیکنیم، این روز به این روز نمیمونه. خب میفهمیم که من سم تو هستی یک اقلیتی بیش نیستی در اون مسیر، ولی کاری نکه که فردا ما پاس یک جاشیشتگی را بشکنانیم، پامال کنیم، در پوزید که لغت بزنیم. جان علیکم امام، سلام و درود، سلام و درود به همه عزیزایی که حضور دارند در این اسپیس. امیدوار هستم همه جور و سلامت باشین. سلام به خودمان و قلمدر مبارز جوان با عزت و سرشوری از خطاعت مرخیز یندراب یک ازاری با عزت و همه عزیزایی که بیننده است، امیدوار هستم جور و سلامت و سریال باشین. من و قلمدر عزیز، مضمون لایو معمولا روی اتحاد و همبستگی ازاره هاست، یک چیزی که یکی داون هم یک لازم گپ نیست. خوش آمده بچه هاته عزیز، هزاره بای سلام با شما. صدای می قمان و قلم در من میگم کدام تا من داو میزنم. سلام خسرا صدای زید نقیز و محمد رئیس. دوستای نهایت عزیز، ما و شمایی که عزاره هستیم امروزه در یک مسیری عام، در یک جایی که میتونیم صدای خود را بلند کنیم، میتونیم صحبت کنیم، امروزه میتونیم ما و شما روی بسیاری از مسائل ها، روی بعضی از موضوعات ها که به نفع مردمی هزاره است کار بکنیم، فعالیت های فرهنگی بکنیم. در این عرصه کار کردن مشکلات، تنیش و جنجال خود را داره. کوشش کنین صبور باشین، یک سری مسائل هایی که آزار دهنده است ولی دینیمی شرایط باید نمو را مدی نظر نگیریم. اگر یک تعداد دوستا نوجوان مردی میکنه پراگندگی ایجاد میکنه، یا مرا یا قمانان قلمدر یا دوستای دیگر، ما خاک پایتان هستیم، کدام بالایی از هیچ کدام اید ندارم. هر یکی بزرگتر از ماستین، هزاره هستین، تاج سری ماستین، مرمره که چشم ماستین، ما شما از هم دیگری خود کدام بالایی نداریم. هزاره کشیدیم برابر و برادر یکی دیگر هستیم. بس و ختم کلام. اگر یک تعداد مردم ها یک سری پراگندگی رو ایجاد میکنه، توهین و تحقیر میکنه و ضعف خودشان رو نشان میده، بیچارگی و آوارگی خودشان رو نشان میده، چون اونا عروضی بالاتر از ایره نداره، فقط عروضی شمیسه که با پای بچی ازاره خود سنگ اندازی بکنه و را توهین و تحقیر بکنه. در زین امروزه نیاز است تعریف شود از جغرافی ازاره نشین، تعریف شود از نقاط هایی که در طول تاریخ کدمان می شود، از هویت هایی که مردم از او استفاده می کرد، از هویت هایی که اقتدار هزاره در او وصله است را باید تعریف بکنیم. و مردم ما که در هر مسیر زندگی میکنه باید با جغرافی هزاره نشین، با همه هزاره هایی در درون افغانستان زندگی میکنه باید آشنایی پیدا بکنه. ما و شما یک پل ارتباطی در بین مردم خودشیم. امروزه میتونیم از جغرافی اندرا، پنشیر، خوز، فرینگ، درکل، بغلان، بدخشان، تخار، سمنگان، سریپول که چقدر هزاره های با عزت، با غرور در بادغیس، غور زندگی میکنه را بیان بکنیم. ما شاید اطلاعات ما کمتر باشه ولی اینمیجه با یک نحوی صحبت میکنم، یک عزیزی که اطلاعاتش بیشتر است باید از همه جغرافیا بیاین، از هویت هزاره، از مردمی هزاره، از همه تاریخ هزاره، از همه مسائل هزاره بیان بکنه تا ما و شما آگاهی ما بیشتر شوه، اطلاعات ما بیشتر شوه، آشنایی با مردم خود پیدا بکنیم. اینی چیزی است که میتونه یک ملت را بسیج بکنه. ما و شما در سالیان سال در انزیوای درونی قرار داشتیم. هزاره ها یک عمر است که تمام ظلم، استبداد، بیچارگی، آوارگی را دیده، ولی ملت ضعیف نیست، ملت بیچاره نیست، پشت دست کسی نیست، دستور از بیگانه ها نمیگیره. امروز هزاره ها یک مردمی با عزت و نجیب و یک مردمی با تاریخ و با فرهنگی است. هیچ وقت در افغانستان خونی بیگانه را از ملت هزاره نریخته، با یک کشور بیگانه وصل نبوده، خاک افغانستان را نفروخته. در گذشته یک نابرابری در حق مردم هزاره صورت گرفته،
یک ظلم و یک استبداد بالای مردمی هزاره صورت گرفت، اقلیت های هزاره از هم دیگر دور شده، یک پراگندگی پیش آمده، مردم از یکی دیگرش آشنایی ندارن. بیم ما شما جوان هستیم، فعالیت های فرهنگی بکنیم، یک پل ارتباطی بین مردم خود شیم، عزیزان خود را به معرفی قرار بدیم، امروز جغرافی هزاره را به معرفی قرار بدیم، آشنایی پیدا بکنه جوانان هزاره، بیم از تاریخ هزاره بگوییم، از گذشته هزاره بیان بکنیم، از ظلم و استبدادی که بالای هزاره صورت گرفته بیان بکنیم، از قهرمانی های هزاره بیان بکنیم، بگوییم از سردار شفیع، بگوییم از رهبری شهید از مزاری بزرگ، بگوییم از سردار خالق هزاره که استبداد را نابود، از چیزای بیان بکنیم که هزاره ها یا نسل نوینی هزاره آگاهی پیدا بکنه، ذهنش باز شود. این مسائل ها باعث میشه که ما تو برای فردای خود آمادگی داشته باشیم. اگر یک تحولاتی دوباره در سرزمین حاکم شود، دیگر کسی بیگانه نبیه بالای هزاره حاکمیت نکنه، سرنوشت یک هزاره در دست خودش باشه و هر هزاره در هر مسیر که زندگی میکنه حقی را داشته باشه، خودش تصمیم گیرنده سرنوشت خود باشه، با حق و حق بقدار داده شود. امروزه ما و شما خود را مصروف ساختیم با یک تعداد مردمایی که ارزشی هیچی را نداره، بسیار ضعیف بیچاره مردم هستند. ما و شما برادر قند یک ملتی بزرگ هستیم، بیایم امروز بگوییم که ده ولسوالی در بدخشان بیشتر از ده ولسوالی هزاره نشین است، یک جمعیت عظیمی از هزاره اونجا ساکن است، تاریخ داره، اونو جغرافیا مربوطی هزاره میشه. همون قسم بیایم در تخار شش ولسوالی هزاره نشین داریم، بسیار مردم با عزت هزاره هستن، عملی اونو مردم آگاهی نداره، باید دلجویی صورت بگیره، به سمتشان بریم. ما شما که هزاره هستیم، در جامعه هزاره زندگی میکنیم، برایشان بگویم پاره تن و عزیزی من هم تباری من هم هزاره هستم، تو هم هزاره هستی، بران چتر مذهبی که باورمند هستی ولی جونیتی که با ما یکیست، بیا ما تو یکی شاییم. امروز بریم به سمت مزار شریف که 45% 50%ش هزاره تشکیل میده، یک ملت عظیمی از هزاره دوج ساکن است، اونا را باید با بدخشان وصل بسازیم، بدخشان و با سمنگان که چقدر هزاره های با عزت در بدخشان ما داریم، در سمنگان ما داریم، او جغرافیا را با مزار وصل بسازیم. اما قسم بیم در سمت بغلان که 80% خالصش هزاره نشین است، یک نقطه استراتژیکی است که از اوجا میتونیم ما شمال اداره بکنیم، مردم بغلان را بیدار بسازیم، اقلیت های هزاره را برش از هزاره، از تاریخ هزاره، از جغرافی هزاره بیان بکنیم تا اونا ذهنشان باز بشه، بیای به دایره بزرگی هزارگی و از همین طریق ما شما بتونیم یک همبستگی و یک آینه بزرگی هزاره را به وجود بیاریم که هزاره ها منسجم شود، دیگر کسی به جغرافی، به مذهب، به سمت خود را محدود نکنه، به بزرگی هزاره فکر بکنه. ما خواهشیم از جوانانی هزاره، از بچه های هزاره همیز، برین نورای دیده عزیزای دیل من، یک کم اطلاع از تاریختان پیدا بکنین، برین تاج التواریخ را مطالعه کنین، برین سراج التواریخ را مطالعه کنین، پی دی ایف کتاب های تاریخی از هزاره های علی سند است مطالعه بکنین، آگاهیتان بیشتر بکنین، بیاین در میدیا، در رسانه بیان بکنین، اگر قدرتی بیان ندارین پوست مانین در صفحات تیک تاکتان، اطلاع روشنگری بکنین، اطلاع رسانی بکنین، یک کارایی که امروزه میتونه به نفع مردمی ما باشه. این ما توی هزاره امروز مسئولیت داریم در قبال سرنوشت مردم خود، نباید خاموشی اختیار بکنیم، تاریخ ساز باشیم، تاریخ ساز، عزتمند زندگی بکنین. یک روز خدا پیدایت کرده، دیگر روز پناهت میکنه، ولی در هر مسیری که بودی، هر آن چیزی که در نزدیک بود بالاتر از مردم نیست. تو میتونی در اروپا با ماهیت خیش زندگی بکنی، بگویی من یک هزاره هستم، ولی دین هزارگی در قبال مردم ادا کرده بتونی. امروز اگر هزاره عزتمند باشه در افغانستان، تو در او سری دنیا هم که زندگی بکنی، با وجدان بیدار میتونی زندگی بکنی، بگویی که من یک هزاره هستم، بلی من 8000 سال تاریخ دارم در او سر زمین، من کسی هستم که صاحبی اصلی او سر زمین هستم، امروز جغرافیا دارم، اقتدار دارم، آدرسی واحد دارم، امروز میتونم سرنوشت خود را من در سر زمین خود تامین بکنم. در دیدارتان جانم، من سر کار هستم قمانان قلمدر، با انشاءالله که صحبت های خودم میداشته باشم. دقیقا سای کو گپای بابر بچو تا جموش مو فکر خدا تمام گپ خدا بیاریم طرفی از این مردم که ایفا خوشا چرا مورا دو میزنه خواه از اداف اصلی خود مو شما مانده امیال اینا امروز بریم زنگ زده تالا برفک از خود تالا که امروز زندگی میکنم در تالا برفک بیش از گفت تنها یک قومی از آره ما دوجه بیش از 75,000 یا 65,000 خانه هستند دوجه
بیشتر هم از است که دمه زنگ زده میگم خودم اگر نیت کار کرد میگم نکدم همی که پیام برسون چون از طلا برفک آگاهی خوبتر و بهتر دارم رفتیم گشت و گذار نان و نمک خوردیم در هر جایش مناطقش و اوج از راههای ما کی است سعی کده و طلا برفک کلن کلن میگیریم بمخواهیم پشتون و ازبکش هم گدوت کو 1000 خانه نیستن 1000 سایکو 70000 سایکو 1000 سایکو اونای هم که هستن ایر از زبان ما نشنوین برین از این مردم تاجکا پرسان کنیم بودم ایتالا برپا کی هست وجه تاجک سعی کنین ایتی اگه اون موضوع هست و هم یک ذرا سعید هست یک چند دانه خانه پشتون هست یک چار پنج تا تاجک اینی گپا ما اصلا تا هنوز گفته نشده اینی چیزایی هست که باید اگه بخوایم ما شما 1000 واحد شویم باید فکر خدا بیاریم این طرف فکر خدا طرف نقطه اصلی بیاریم که چیزی که ملت میخواه از ما شما چیزی که اطفالی که گفته مردکه در جای ما شما باقی میمانه در آینده این چیزه نمیخواه که ما شما یک قسم پراگنده هستیم اولادای ما شما در جای ما شما که بانه کسی که مثلا خوردم هستی در جای 10 سال بعد 20 سال بعد 50 سال بعد اولاد به دنیا به این چیز هست نمیخواه که از ازاره هستی یا اما سرت معلوم نیست چی ازاره هستی تو یک نمیشی طرف باشه نمیشی طرف فقط یک از آره بودن او میخواید نه او این زمان ها گذشت قوم و عزیز دمون روی تان جانم خود من میگم نور دیده مستیم کلتان این زمانه گذشت این زمانه بسوادی رفت تیر شد از این بدن خودتان فکر کنین طفل مو شما از مو شما که یک طفل بدنیم اول این کار میکنیم افصاله شما میاریم در مکتب میمونیم در دو سالگی در ملای مسجد روان میکنیم که باسواد بیا او کسی که باسواد میشه و خواهد تاریخ میفهمه با او تاریخ میدانه خب سعی داده دا تاریخ آگاهی داره که ما چی هستم کی هستم بابی من نسل و در نسل ما کی بود او خب بهتر آگاهی پیدا میکنه وی چند دانه آخوند ماخوند پاکستان و دیو دیتر در ایران که آمدن مثلا بعضی مذهبی را دامن میزنه برای 3 روز دیگه ماندن گلمش جمع میشه رفته اینا همیول نسل جوان پرسان بکو از سندش از 25 سی پوین باشه کلش فقط میگه ما هویت میخوایم مذهب یکی مفت و الکیست هر که خوشش داد به خدا را عبادت کرد به هر طریق عبادتش را بکنه مقصد دلت در روی ریک نماز نمیخوانی دلت در روی خاک نماز نمیخوانی مقصد عبادت خدا را بکو او رد به قوم نمیگیره اینی موضوع است باید یک چیزی را موشما ریدست بگیریم که در اونده که از موشما نسل موشما بگیریم موشما افتخار بکنه قسمی که ما سر یا رهبر ما افتخار میکنیم به خاطر ملت جان خدا از دست داد به خاطر ملت زندگی خدا از دست داد نامش در قلبای موشما فیلحال جای داره مثل سردار شفیع دیوانه و عبدالخالق و دیگرا یک قسم باید یک زندگی داشته باشیم موشما باید اقلش یک 500 سال ما موشما از زبان قوم دور نشوه کمیت یک جوان ها میشه و چه هزاره بود که تنها من نه ببر نه تو نه احمد نه شاین نه ده تای دیگه نامی تک تک تان در تاریخ باید ذکر شد که همی جوان ها قوم میتی یک پراغنده شد تانستن دست به دست یکی دیگه تانستن دوباره قوم خود یک جا یک نام یک نشان زیر یک پرچم استادایی کدن در مقابل هر که استاد شدن تو موضوع هست خوش آمده شاین بیدر سلام با شما السلام علیکم وطندار خوب است اینجور است نرامش جانتون جور است قربانتان سلامت باشین چی حال دارین خوب از این تشکر سلامت باشین معرفی داشت باشین مشمیم از شما البته موضوع لفت هم به اتحاد نامی از وره هست هر گفتنی که دارین دانتون چه اوقات روی بحث باشن چشم بلا میراجیدن اتون از ولایت سمنگان از اولسالی در ایسوف جانم هستی از وره هاش هستی دیگه نه بلیا خب از همه دریسو پاگایی هم داریم خودت منعیسی یک بچه نموشه که زادگاه دریسو پاگایی یک آگاهی بده که چقدر از اگرام های موشما موشه هست که ملت همیار اونا را تاجک میده تقریبا چقدر بگم برد 7000 8000 8000 هزار دمینجه هست کل همه کو دشت کل اگهش از همه هزار ها می باشه کل همه کو دشت ها مدن از مدن زغال از هر چیز هست دیگه خلاص زمین و آبی کل اگهش از همه هزار هست اینجا کل حکومت هزار ها می چلا با در منطقه دیگه ایج حکومت اینجا نیست دیگه فهمیدی یعنی سعی کو شاین بدر ما جای نگرانی ما در جز دیجا است که سعی کو در نخات نخات وطن هزاره های ما شما هستن اما یکی بودن است یکی حکمگرا یعنی کسی که حاکم از در منطقه
ایده بله خوبیم بدونیم سعی کنید بله دریسو اکثری ملت مل خبر نداره که آیا دریسو فزوره داره نداره. من میگم من میفهم تو میفهمی دیگه میفهمم اما بعضی ها نمیفهمم بعضی قوم نه نمیفهمه گونتا امیال ما دریسو فی بالاستین پایین ما خود دردوشی رفتیم تا پیش پایین هستم پایین پایین لالا سعی کو رمو جو کسی گرفته بچشم که ببینه میفهمه گپ چی هست بله حاکمیت منطقه در دست شون از کدام قوم یه در اوجه گفته مردکه سرش بلند کرده نمیتونه که ما هم هستیم بجز از آره ایش که نمیتونه لالا چی بگویم برید معدن از اینجا فامیل یک دونه نیست هزار دونه هست یک دونه نیست هزار دونه هست تاجیک ازبک هزاره پشتون کلگیش اینمیجا میان کار میکنن اینمیجا کار میکنن اینمیجا چیز بگویم برید ماش میتبرشان کار میکنن اینمیجا چی قوغان بگویم اینمیجا چقدر توجیه بگوی و زاک بگوی کلشون اینا میجا هست کلشون من کار میکنن اینجا زحمت میکشن چیز میگیرن ماش میگیرن از اینجا کلان حکومت اینجا هزار است اینجا بسته هزار است در حساب بالا پایین امین هر جای دیگه هست دیگه این تو بگم برات خلاصه بگم کل جای هست دیگه دقیقا خوینی مسئله گا پاس بعض قومون نمیفهمن اما تو رو اینی از دریسوف از خودش آگاهی متمد اندرا بستیم آگاهی ما دیروز هم خب تایی گوش بودیم نفر خودی تاجب بچه اندرا قصه هم کرد ما بازم براتون میگم قومای عزیز آمدن بعضی که چند چار خانه تاجبی که در اندرا بست ما ایره به توهین نمیگم قدامتشون رو پرسان کنین آیا 100 سال شده؟ 100 سال تا هنوز نشده از آمدنشون از دوران روس چند سال شده شما بگین من نمیگم از دوران روس آمدن روس در افغانستان چند سال شده ملت الا 30 سال میگیریم بخی 10 سال دیشم زیافه میکنیم 30 سال میگیریم 30 سال شده این ملت گفته مردکه در اونجا تازه ماجرا آمدن چی حالت های سرشان شد ما از آرهای بودیم که شما را گفته مردکه دوباره نگاهتان کردیم هم ملتی از آره هست در اونجا در نهرین همچنان در نارین نسای که 3 رسولی است نارین نارین اندراب یک نام داره 3 رسولی داره نارین یک نام داره 3 رسولی داره خوست یک نام داره 3 رسولی داره این تو موضوعات های شما فقط یک نام خرد فکر میکنین اما داخلش که برای نفوس در اوجه خواست ملیتی است که خلاصه دم شکست گرفته نمیتونه کلان گفته مردک با این میسای کو روز به روز روز به روز ای گپا در امک ببخشی من د کار هستم کامنتار متوجه نمیشم خراسانی امک سلام برسه فقای گل امیدوار هستم جور و سلامت و سریال باش جای سلطان هم خوش آمدید میگیم مضمون لایف تعریف از جغرافی هزارنشین است معمولا قلمدری عزیز برای اینکه یک پل ارتباطی بین مردم خود شوا و تعریف بکنه از هزاره هایی که در کجاها زندگی میکنه چقدر جمعیت داره جغرافی های هزاره ملتی هزاره موضوع لایف معمولا هموز خدای نخواسته تنیش با دیگه ملیت ها نیست فقط تعریف از جغرافی هزاره از هویتی هزاره از مردم هزاره خواه کسی که بپر بچه ها تا نیاز نیست در که بگیم ما این سواد خانه اتحادی هزاره ها نشته کردیم بیرک هزارستان هم پشت سرم از دیگه باید قوم هم که میه بفهمه کسی که مخالف ما هم هست میه بفهمه خودشان دیگه جای مخالف نیست خانه است ما لایف هم نشته نکردیم که هر کی بیا گفته مرده که خانه اتحادی هزاره ها فقط هزاره میتونه بیا گپ بزنه قوم پرست هستم وطن دار فقط هزاره نامش برام کافی است همه هزاره باشه نور دیدیم از بیا گپش بزنم بی خیش گپ یاد نوره هزاره باشه مقصد قلبش از آره باشه قلمدار عزیز خراسانی امو کس از آرای پنشیر است یک انسان با شخصیت و یک آدم دانا قبول قلب نم قلبم جای داره هم خونم است دم شما هم جایش میتم از این بعد من قوم پرست هستم فقط از آره باشه هیچ چیز برام دیگه کافی نیست بیا همین من میگم همین اما هر چه ملای مسجد مو که احترام براش دارم که پشتش نماز خوانین تاجیک باشه یا پشتون باشه میگم لو یعنی میگه جای تو نیست یک دفتر شخصی یک دفتر عمومی دفتر شخصی ماست فکر کنم میگم خانه اتحاد هزاره هاست برو به خیر بری اون جایده برو آی سلطان خوش آمدی قوم عزیز بچه ها خوش باشی بابا قلندر عزیز سلام و درود میفرستم برای شاهین بابر برار عزیز احمدی برار و دوستایی که در پایین قوم هستن خدا کنه که جور سعدمند باشی در پانه علای پاپ باشی همچنان خوب هستی سعدمند باشی جان والله شکره بابا قلندر لایفایت هم ببینم خانه تا بود خیر بینی خدا من دیگه هم توفیق دارد نصیبت بگردم آجی سلطان به چه قوم خوش آمده چه خبر ها چی گفت کجای آجی
هی ترک نداری. ما تو خواستیم دم امام هستیم الان وقت مسجد بازی میکنیم. خب خب خوش باشه هر جای باشه. قربان دم. یک چند روز ملیگرایی هم کردم خواه؟ شما فکر تان نبود در گپای من ملیگرایی بود یک چند روز؟ هیچ فایده نکرد. کلی گفت تو قوم پرست هستی. من دیگه ملیگرا نیستم. هیچی نیستم. همی اکاونت ما خب سایی کنیدون ملت. روزی همی اکاونت ما دو هفته شده یک هفته شده جور کردیم نشته کردیم. اگر به ازارا گفتن قوم پرست گفته شوم اولین قوم پرست خودم هستم زنده بود ازارا. یه چی میخواین؟ بابا قلندر عزیز از ما بزرگ است فهمید بابا حاجی سلطان برار دم دیدار جان و حاجی سلطان اندرب من یک کوتا مسیج دیگه هم دارم بعد با فرصت پیدا کردن نمیتونم مرا بسیار زیاد ببخشین خیب ما دیگه سری کار هستم دیگه دوای نازدانگی سری شما عزیزان میکنم یک تعداد وطندارای تاجیک ما پای لایف هستین با هر یکی سلام و درود خواهش میکنم که در این جا آمدین توهین نکنین بشار احساساتی نسازین دشمن خراشی نکنین از آره و تاجیک را در بینش جنگ نیاندازین این میجا قلمدر یا تمام دوستایی که در این برنامه حضور داره اینا یه چیزی به دیگه اقوام گفتنی نداره برشان سلام تقدیم میکنه و احترام ایشان داره آمده خانه اتحادی از آره ها لایفش برای قومش است برای مردمش است برای اینکه بتونه یک همبستگی را در درون قوم خود به وجود بیاره و از جغرافی از آره نشین تعریف بکنه چیزی بیشتر از این خونه میگه والا جدی کسی نمیتونه هویت هزاره را اقتدار هزاره را تاریخ هزاره را مردم هزاره را کتمان بکنه یا نابود بکنه کس با کسی کار نداره دیگه خواهشان شما آمده خوار و مادر مردم را توهین نکنین این فرهنگ فواشی که در درونی تانسته را دور بیاندازین برادر محترم حالا تو 80 سال پیش ما را میگفتین مشخور مغول جوالی این همی کلمه فارسی از فرهنگ توی وطندار تاجیکم بیرون آمده ولی تا به امروز را ما هیچی به تو نگفتیم ما تعامل داریم ما یکی چیزی نمیگیم این از بزرگی ملتی هزار است کوشش بکنین دور بسازین نه درون جامعه خودی توهین و تحقیر را این به نفعتان نیست ما دشمنی تو نیستم دشمنی تو کسی دیگه است کسی دیگه تر نابود میکنم بیا یک موضوع از اخوت و برادری و وطنداری و همدلی همدیگر پذیری صحبت بکنیم دشمن موضوع یکی دیگه است ما یک امروز از وطنداری خود از تبار خود از قوم خود تعریف میکنیم به این معنی نیست که ما با تو مشکلی داشته باشم خواهشان انسان باشین انسانگونه رفتار کنین دقیقا. توهین با تحقیر چیزی حل نمیشه اگر حرفی دارین نقدی دارین تاریخدان دارین سیاستمدار دارین فرهنگی دارین برادر اینیم لایف در خدمتتان برین بیارین ما که صحبت بکنیم منطقی نه در تاریخشان، نه در منطقیشان، نه دیشان اونا را چیده ما که بیاده ما تا تاریخشان را گفت دیا من اینم سرخلاص میگم او ملت بفامین، بفامین او تاجکا نه پروفیسور تانه کار دارم، نه دیه تانه کار دارم اینم یک خردی یک ساله بچه از آره را ازم پروفیسورت بالا میدانم هیچ نیاز ندارم پیش ما بیه منطقی گفت دی هیچ نیاز ندارم پیش ما بیه تو از تاریخت گفت دی تو را در تاریخت، برو تاریخت پیش ببر با من پیش ما چرا میگی؟ نمیخوایم دیگه اصلا گفته مردک قیم تو تن بدن شما نمیخوایم قیم شما تاجکا بخیدم یک کاسه نان بخرامم سر خلاص هر چی فکر میکنین فکر میکنین تک لازه برد دنو بس کار ما نمینه بدر ما بیایم منطقی گب میزنم از چی منطق گب میزنیم منطقم در دنیا معلوم است منطق از هاره دمی دنیا دمی یک چند صد کشوری که دمی دنیا فیلحال موجود است در منطق زور قدرت بازی از هاره معلوم است تو چی که من تو بیم دهک دانه جوگی یا چی دیگه ما بیم خدا اثبات بکنم ما کی هستم اگه وقتی مرا میخوای اثبات کنم برو در ترکیه برم ای پروفیسوراش پرسان گو بگو هزاره یعنی چی اگه وقتی مرا میخواستی پرسان کنی برو در استرالیا برو میخواستی پرسان کنی برو در اروپا برو ای چهار دانه ما دایدو مایدو جوله و نداف بیم پرسان کنم که هزاره کیست و به در خدا تانه کم نگیره نه قوما با خدای را به سراتم بردان میگم قدرت خدا پایین نیارین نام خدا پایین نیارین چهار دانه خلبی را سرتان وقت نتین والا فلانی خانش میه قطعی ما گب میزنن اید نزن گب برو به در مومی خردی خدای ما دمو سیسته نیاز به گب زدنت ندارم هیچ اجازت نمیتم دیم لایفم دیه بیایی بالا گب دیه بیادر رستی هچی هستی ندارم قطعی دمو سر خلاص مستقل قوم پرست هستم هیچ ندارم قطعی تان
دقیقا بابا قلندر عزیز، ما شما قوم خود دوستان مرکز قومیت و هویتش بالاخره تاجیک به تاجیک بدن خود افتخار بکنه، دیگهش به دیگهش بدن. ما به قوم خود افتخار میکنیم، ما به جوانان خود افتخار میکنیم. قوم ملی گرایی کردم این پوینت نگفتم مرکز ملی این پوینت تو یک بغل پوینت چرا خورده است؟ ملی گرایی کردم، ملی گرایی کردم کنه مایجه تاجه دو پاراش چرا خورد بس هم بخواه ملی گرایی خوار مادر تا نگاه کردم دیه 3 سال بله 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 خوار مادر تا نگاه کردم ملی گرایی بودم دقیقه ملی بودم بس هم از دیگه نمیخوام دیگه ملی ملی باشم، فقط میخوام قوم باشم، قوم پرست باشم. چند وقت یعنی بابا قلندر صحیح میشناسه که ما بچه مامای خود بیادر خود بعد که بالاخره از خودگی خود نزدیک خود فامیل یعنی دولت ما هم شهید داده که سیم هم زخمی بالاخره ما در دولت زیاد خدمت کرده گیستیم. مگر ما پرچم ما احترام شده مثل که بابا قلندر یادآور شد ما با احترام شده ما قوم خود دوست داریم بدر، پرچم خود دوست داریم، پرچم قوم ما دوست داریم، ما دیگه کسی رو نمیخوایم بدر، خود ما سیم بدر قوم خود میخوایم، همبستگی خود اتحاد خود میخوایم، نیاز نداریم در قوم دیگر دارم. احترام شما داریم، احترام بکن احترام شما داریم، احترام نکن احترام شما ندارم برادر. ما از کتی پاس نیستیم، از ما که جوان زدنی کی هسته کی تو بیایی بگوی ما سلام برای سلام بلد بوالای که سلام خوش آمدی سلامت باشه، زنده باشه، خوب باشه، انشالله خیرتی هست. تشکر دارم از کجا هستی، از کدام قوم هستی؟ اگر کدام قوم دی هستی برو پایینم بچه ها اتای خدیم و گد دی اگر چند قیناک به خوبیات بگیرم، نیاز نیست شما بشنام سایستا مشکل نیست بابا قلندر، تو پیشتر مده پایینی لایف بودم بخاطر یک گپ من بالا آمدم مگر نه ضرورت دیم لایف دیگه نه یاد لایف بایف بر پایین برای دمخترم یک گپ من نیاز ست گپ میزنم خوشانوارم گپ تا بشنام بابا به کنترل بچه ها تا خوش آمدی. سلام و عرض ادب خدمت رهبر ما بابا قلندر عزیز، خدمت حاجی سلطان عزیز، خدمت ببر هندوکش هم که رهبر ما هست، قومای عزیز ما هست. ما گفتنی از ما می بود بابا قلندر عزیز، اینایی که شما دیروز در لایف خوب آوردید بالا، ما هرچی کوشش کردم که یک بیم یک سلام بدم در شما، دیگه ما را بالا نیاوردید بخاطر اون لایف شما، بخاطر همزو خودش ما به خاطر اندراب بود دیگه. بابا قلندر اینایی که مثلا این مردم هسته اینا ارزش از اون نداره که شما این رو بالا برد، اینا بجز فحاشی و بجز ده و فحاشی دیگه اینا یه چیات نداره، این مظلوم ها اینا من نمیفهم اینا چی رقم منطق داره، اینا اصلا اینا ما فکر میکردیم که اینا یک چیزی هستن، اینا یک منطقی دارن، اینا واقعیت خیلی مردم های ضعیف بودن، اینا نه تربیت فامیلی دارن نه تربیت هیچی نداشته بوده، اینا را ما اینا را به عنوان یک مردم های مظلوم به عنوان یک مردم های بسیار ضعیف میشناسیم. کسی که مثلا همیشه فحاشی دادن چه باشه و دیگه هیچی نداره دیگه. بابا قلندر ما شما خواهش میکنم این رقمی آدم ها را اصلا اجازه ندید که دلای شما به بالا، اینا خود چیزی یاد نداره غیر از فحاشی دیگه. ما همزی مایی که بابا قلندر ما سر قوم خود رو صدا میزنم، ما قوم های عزیز، ما و شما در طول سالایی که در افغانستان بودیم ما و شما را مردم ها به گروه گروه تقسیم کرد، اینیم سر روز مجازی است، همه ما و شما هوشیار شدیم تا اینکه قوم عزیز خود تو در کنار تو استفاده نشوه، هیچ کسی در کنار تو نیه، باید یک اینجی بابا قلقلندر بیه یا ببر هندوکش بیه یا حاجی سلطان بیه بگه هزاره هزاره نمیشه، باید همه شما بالا شوید، همه شما یک صدای رسا شوید که قومای عزیز ما و شما در افغانستانی که در جایی که چی نیسته باید سر هر بچه هزاره فرض است که باید ما باید به فامیل خود خوب بگم که اینی جا قومای عزیز ما و شما هست، باید هر بچه هزاره هزار منطقه افغانستان دمی اروپا هست، اگر اونا اینترنت نداره یا مثلا امکانات نداره باید ما و شما در اونا اطلاع بدیم که تا قوم عزیز ما و شما همدیگر خود را بهتر بشناسه. اگر اون روزی هزاره یک هزاره شد دیگه ما باز هیچ کس در افغانستان همراه ما و شما مشکل نداره، اگر اینطور شاخه شاخه بودیم گروه گروه بودیم بز دیگه سخت است. اگر امسال روز یک رهبر ما بابا قلندر عزیز بلچه بگم یه رقم، اگر شما در سر دنیا هستید این را حمایت نکنید کمک نکنید خو یک نفر چقدر بیا چی کنه هزاره گرایی کنه، باید همه ما و شما همه ما و شما باید اینمی رقم مثل بابا قلندر مثل ببر هندوکش باید صدای خود را بالا کنیم.
اینمی خواهش ما از ازر قوم عزیز ما اینمی است، تا ای که هزاره خود در کنار استادن نشود دیگه هیچ کسی نمیشه. من خود من به خدا در بیتیل 15-16 سالی که من مسافرم، من شناختم هر کس هر جای قوم خودت دیگه، از قوم خودت که تیر شد پوچی نگرد، که بیخی که می پیغمبرم باشه پوچی نگرد دیگه، روزی بعد قوم خودت مردم خودت خلاص. دست و درد نکنه بابا قلندر عزیز که مرا بالا آوردین، ما هر روز کوشش می‌کنیم که دمی لایش ما بیم، یک سلامی دم قومای گل خوب بگم دیگه، بعضی وقتا مرا بالا نمیاری بابا قلندر. از این بعد چی دختری آتا است هزاره باشه، چی بچه هزاره است هزاره باشه، اینما که زبانش اینما که دور بخره که هزاره میتونه بیا بالا، هیچ نوق دیگه قوم جای پای نداره دیجا. سید ازبیکای ما داره چون هم تبار ماست، بله اونا بلای ما به جز ازبیک هزاره دیگه لایف دیگه کس حق گبزدن نداره. بچه آتا دختری آتا هر کدامتان پیام دارین، سلام دارین، سوال دارین، جواب دارین، بیادرتان بچه آتایتان در خدمت میم گفته مردکه مشکل خود گپ میزنیم، به مشکل خود گپ میزنیم. سلامت باشی بابه عزیز، بابا قلندر عزیز، یعنی من چه ما در آلمان هستم، هر امر خدمتی که باشه در سر باچه آتی خود بگوی ما در خدمت هستم. دیگه یک خواهش ازت دارم، امینایی که مثلا تربیه فامیلی نداره، اینا خود هیچی نداره، اینا مکتب نخونده، درس نخونده، اینا هیچی نداره، اینا را خواهشن دمدمو لایف که بالا نیار، بخاطر که زیر لایف اصو بابا قلندر همه قومای تا هسته، باچه آتی تا هسته، دخترای آتی هسته، اینا بجز فحاشی دیگه چیزی یاد نداره، اما شخصیت دستور میاره پایین میاره، اینا ارزش بحث و هیچ چیزا را نداره اینا. دقیقا 100%. سلامت باشی بابی عزیز. دیدار جانم بچی آتمی سفر به نظرم که ریپورت زده قمنام قلمداری عزیز یا سیگارت میره، باز یک لایک بکنه دوستای نهایت عزیزی ما. بچی آتا صدقه گلی رو چه ما دوای رهبری اب نداریم، خاک پای هر یک بچی هزاره هستیم. خواهش میکنیم امی که ما شما هم دیگر برار یا بچی آتا بگیم، اینمی کافی و شافی همه چیز است. در زمین یک تعداد لایف ها هست، من یک خواهشی دارم، من یک نظریات کوچکی ما هست خدمت شما دوستای نهایت عزیز و بچه های آتا. در بعضی از لایف ها یک تعداد مردم های سعید را بالا میکنه، به خاطری که ما یک حل فصل با اونا داشته باشیم، یعنی تنش ها کم شد و ما طرفدارش هستیم، اما متاسفانه روز به روز بیشتر میشه کسایی که ناکس است از کنار مردم هزاره به یک جایگاه رسیده، اون مردم ها به سطح ما نیست، اون مردم ها کسی نیست که ما بخاطری اونا روم برگزار کنیم، اونا را مشروعیت بدیم و اونا آقایی کنه دوباره بالای مردم هزاره. اونمو که یک لایف را که دیدین نروین، ذهنتان را خشردار نسازین، خود را درگیری با اون مردم ها نسازین. شما یک ملتی هستین که 8000 سال تاریخ دارین، این بزرگی و عزت را خدا لایق داده با شما داده، نه یک دیسی بنده است و نه ای را بنده داده، پروردگارتان لایق دیده. و یک تعداد مردمی که دیروز از دسترخوان شما بزرگ شده، امروز اونا را خودتان مطرح میکنین، در لایفتان میارین، روی صحبت میکنین، باور کنین این یک جهاز در اختیار نباید امید یک کار کرد. اون مردم ها ریلک کنند در کار خودشان، برای پشترهایشان بچرخه. ما شما برادر یک کلمه یاد داری، دو کلمه یاد داری، تعریف و از قومیت، تعریف و از تاریخ قومیت، برو وقت داری، فرصت داری، سراج التواریخ، تاج التواریخ، پیدیف های تاریخی، کتاب های تاریخی از آره را مطالعه کن، اطلاعاتی بیشتر کن، در دیدار یار یکی جانم نوری دیده است. ببری هندوکش هر کسی که به بخاطر اتحاد قوم خود، بخاطر اتحاد ازاره خود چی کنه، او هیچ فرق نمیده که عبدالعلی مزاری باشه یا که بابا قلندر باشه یا که ببری هندوکش، همهش برای مردم خود رهبر است. هر کسی که بخاطر اتحاد قوم خود کوشش کنه، ما و شما مردم هزاره یک مردم مدنی هستیم، مردم خوشباور هستیم. ما و شما در طول سالا که ما تاریخ خواندو ما قسمت زال خود مزیاد نیه، همیشه با هر کسی اعتماد کردیم، باور کردیم، ولی آخرش دیدیم که یک شیطانی بش نبود دیگه. بهترین انمیه که همه مردم ما و شما اتحاد کنه، اتفاق کنه دیگه، یک گزاره واحد چه انشالله. دین یه چیزا
یک چیزی هست که هر کس میتونه یک رفت از یک آخون پیروی کرده، یک رفت از یک آخون. به خدا شما یک فدمی آلمان انشالله بیاین سعی کنید کمی دین چقدر داشتی چی میکنه. وقتی که پیغمبر ما یکی است، الله ما یکی است، دیگه پشت از او پایینایش نگردیم. دیگه او یک چیزایی هست که وقت مهم نیه. دقیقا یک پیام دیگه هم دارم قوم هزاره گیدم. هر نقاط دنیا که زندگی میکنی نوری دیده از یک قوم دیگه خیشی نکنی نگیری نرامزاده میبرایم. ایرامه برتون میگم، سراحتن برتون میگم، بشک جان و مستی بابا هزاره فقط از دیگه گرتی نرامزاده است، او به دردت نمیخره. خوش آمدی خدای سی غزاده سلام. پیش از این که بچه ها تیم خدای سی غزاده صحبت بکنم، من یک چیز را میخواییم همیجا بگویم. من یک شو در یک کلپاوز یک عرف گفتم، ولی ایجا در فضای باز نمیگم. کوشش بکنین شمالی برا مرکزی، مرکزی برا شمالی، وصل بسازین. خدای همه تو سرپوت بریتون میگم، وصل بسازین، قومتان را پیدا بکنین، اونو موجه خود را با منا فامل شریک بسازین. ایره با جدی میگم من دمیدیه قوم نتین ارانزاده میبرد، خدا قسم ارانزاده میبرد. حال ایره سرکور بگویم که کدام حال یخنی ما را نگیر آدم. نه جبی چیز هست، حقا من پیامیم هست از دیگه قوم نبگیرین نبتین، مستقل هستیم. سعی که بیرق داری، نام داری، نشان داری، ایج اصلا نخواستیم گفته خلاصا. نکنین اولادتون ارامزاده نکنین، نسلی که میمون از این بس نجوی موشم همون ارامزاده نکنین. آنو میتو بان حلالزاده، هزاره حلالزاده، اینو میتو بانه بس تمام. خوش آمدی خدای تغزاده سلام برد. خب قلندر عزیز سلام، از عرض ادب دارم برای بچه آتا جان قلندر و برارایی که در مرزیر لایف سر لایف هستن و خصوصا برای بچه هاتیم بابر که ما از این همیشه یک دیز دکار یک دیز دیمی میدیاسیم خدمت بابر از مخ خیر مخ نمگم بابر خدمت بابر واقعا از خود قلندرم و خصوصا بابر که بخاطر یک دیز دکار یک دیز دیمی صدای خودم میکشم یک خدمت هست. ما دومش از این بگم با بچه های آتر ببینین که ما خو هزاره اگر هستیم شکر خدا را هزاره میگیم، خدا افتخار میکنیم، ولو همه هر کس بیایی که دای هزارگی کنه ما او را در سر چشم خود آغوش پاک میپذیریم. آیا امی قوم تاجیک محترم چرا قوم خود که امی چند قوم جوگی و دیگستن اینا را چرا دیگه باید میشم با مزرد بیادر خورده هستم نامش نیاریم در زبان ایچ. خب اوکی خب خیر خب از این به احترام خودت قلندرم هر چیزی که تو سری بدر بودی ما سر دو چشم چون که نام از ورا گرفته شایده بعد دیگه. خب خب خیر دیگه دومش ما از این میخواستم بگم که ببین یک ده که هستن که فاوشی میکنه و دیگه میکنن همه دلایف ها بسار بخوار مادر فاوشی میکنن، حتما امو معلوم میشن که حالا پیشتر گفته گپ پیش نکن، مجبور من گپ خدا بیخیم نمیگم به خاطر که هدف ما دیگه کسی بود، به خاطر کسی که از اون چیزایی که پیدا شده باشه که خانوماشون در بیرون کار کنه و پدرش معلوم نباشه با مون خاطر دو میزنه، چون که زناشون در خانه میباشن و چی پدرهاشون در خانه هستن و زناشون کار میکنن و یک چیز واضح دیگه دست میخوره و تا بالا میشه در پسخانه زیر زینه و زیر تاکوی در یک گیان اونا قبایی بالا میشه و خونه از همون چیزا میبره اقل مخاطر فامیلی کسی دیگه برش قدر عزت نداره احترام ندارن به مخاطر که خودش یک چیزی از لطفه دیگه چیز پید. خب به هر صورت ما شما رو واقعا امی گپه که بابا قلندر امیال چی بابر که وقت آخر گفته که ما ای کاش که مردم های ما هزاره که مثلا 4-5 میلیونه که در ایران هستیم و یک کنیم 2 میلیون در پاکستان هستیم، ای کاش که ما طرف های شمالی هم طرف های بیادرهای قوم های مثلا بغلان هم خمان هم اینجا می آمدیم 3 میلیون خواهد قلن ما می سباید، ای کاش که ما این طرف می آمدیم مهاجر می شدیم. مهاجر خونه خمور که خود آدم خود مهاجر گفتن نمیشن، می آمدیم اینجا جای به جای می شدیم. باور که در این روز ما پاور ما شاید
اصل گپ اول در افغانستان شاید ما در ما میزدیم. عالم خدا را شکر ما شما از هیچ کسی کم نیستیم و اگه یک کار ما شما میکردیم قبلا پاش میشدیم طرف های کذا بچه های اتای تسانون ما کس در منطقه از ما میرفتیم. عالم ما شما سه چند و چهار چند و زور داشتیم پاور داشتیم و گپ و اولیت ما شما در افغانستان میزدیم. دیگه میره میخواستم گپ بگم تشکر از خودتان واقعا تاریخ ساز هستین شما قلندر بابرمین نیکوش و وکیل بچه همیشه من پایان لایف تانم ساعتای ساعت گوش میکنم لذت میبرم در کار هستم و تا همی صدا رو میشنم دیگه امر خدمت نباشم از پیشتان قصد میشم نباشین مشنایم از صدای روزگان بچه تا سلام درود باشم خوش آمدین سلام سلام قلندر نازنین بابر نازنین دوست دیگه که پایین لایف هستم شنایم اینو فقط کلک خود رو بلند کردن و بقیه دوستانی که پایین لایف هستن امیدوارم جور و صحتمند و سلامت باشن. پایین شنونده بودم ما بابا قلندر نازنین ما همی لایف هایی که حرف برای گفتن داشته باشه بسیار دوست دارم پایین لایفش هستم همیشه میشنوم بیشتر از اینکه صحبت بکنیم یا لایف هایی که جنبه کمد داشته باشه یعنی یک مقدار مثلا خنداور باشه بخندم قبل از اینکه در لایف خودت بیم زیر یک از لایف ها بودم بسیار خندیدم صادقانه اقدر خندیدم که بایی که مرا کسی که او لایف را برگزار کرده بود میفهمم که مضرترین انسان است بر جامعه ما ولیکن نتانستم کم و ابراز خنده خود را بر کومنت بنویسم رفتم بالا رفتم و ازش تشکری کردم گفتم امی قدر که لااقل بر لب انسان مظلوم مهاجر او جغرافیا خنده بر لبانشان میاری با این لایف های کمیتت من قلبا ازت تشکری میکنم با این شنونده هستم به خاطر از اینکه 5 دقیقه بخندم چون عالم مهاجرت عالم است که آدم از سرزمین خودش دور است کار میکنه خسته است دیگه ما بیشتر دینمی دو قسم لایف ها میرم یا بسیار کمیت و خنده‌آور باشه یا یک حرف برای گفتن داشته باشه اینا لایف خودت جمله لایف است که برای هزاره ها حرف داره سخن داره و هزاره ای که میفهمه خب میفهمه دیگه که یکی زمان میگذاری وقت میگذاری می انرژی تر میگذاری صرف میکنی برای اینکه آگاهی دهی بیتی از اون جغرافیایی که خودت هستی و هزاره های مرکز شمال چی باید بکنن تنها راه ما گزینه ما اینمی است که ما اول در قدم اول یک همدیگر را بپذیریم قبول بکنیم با تمام گرایشات که داریم اگر چپیم راسیم حنفیم جعفریم فارغ از تمام اینا همدیگر را بپذیریم و بحث دوی ماهی است که ما باید هزاره هایی که بر اینمی محور دارن هزاره ها را برعکسش از هم دیگر جدا میکنن اینمی ها را شناسایی بکنیم ما پیام ما را کسایی که پایین لایف است اینمی است که شما کوشش بکنین هر صدایی که برعکس اینمی صدایی که از اینجا بلند میشه در سوسیال میدیا بلند شد به عنوان یک جوان هزاره رسالت دارین کنم و صدا را در نطفه خفه بکنین اینمی رسالتتان است اگر میخواین که واقعا هزاره ها بار دیگر تاریخ خونبارش تکرار نشه بار دیگر میرزا ولنگ افشار هزاران جنایات دیگه که در طول تاریخ برای شما روا داشته شده تکرار نشه شما اول خائنین خودتان را از بینتان پرتید بیرون هر کس باشه حتی من صدای اورزگان اگر فردا برخلاف منافع هزاره های شمالی و مرکزی حرف زدم مرم له کنین در نمی سوسیال میدیا اجازه نتین هیچی برم نگذارین هر سر چنان برم تنگ کنین که دیگه اجازه نداشته باشم بهم صحبت بکنم از شما اینمی قدر خواهش دارم که اینمی قدر رعایت به خرج بتین نگذارین که اینمی صداهایی که از نطفه داره بلند میشه سرباز میکنه میان هزاره ها داره فتنه انگیزی میکنه اینمی ها را اجازه نتین که بزرگ شد خفش بکنین اینمی قدر گفته این داشتم سپاس تشکر میاد میکنم شنم دست سلامت باشین قربانتان مشتایم از قوم دیگه ما حیدر عزیز سلام باش مخش آمدن بعد برای همه دوستان خوب است آقای قلندر خوشین سلامت هستین سرحالین
چه خبر ها، چی گواه هست؟ دیروز در چیزتان بودم که دیگه اصلا معلوم نشد که بالاخره چی کار کردین چی کار نکردین دیگه. تا این الان آمدم در لایف تان دیدم که باز دوباره لایف ماندی. دیروز ما این نفهمیدم نتیجه چی شد. ما به خاطر زادگاه مندرا بس یک چند دانا انسان های خوبش آمد گفت که بیا میره خاتمه میتیم، اما دوباره پس خودشان جمع شدن. هر بده تاجک های چند دانا تاجکی در اندراب کس اونا گفتن که نه در باخبار مادر مهم نیست، برای ما مهم است که ما در علیه ازارات خود شویم. با رفتن نمو کار کردن ما هم نگفتیم ما نمو تاریخ پیش میریم چکریم نامشون رو بریم. آه خیر ببینیم، ما به خاطر هم دیروز مثلا در لایف تان بودم، مثلا دیگه دیدم که پراکنده شد دیگه، مثلا بعضی آمد بعضی رفت. حالا پیشتر ما یک سیری مانده بودی برای گفته بودی مثلا اتحاد هزاره ها و اندارا و نمیدونم سعید اینا حرف دیگه باید زدن نشنه. دقیقا ما گفتم چطوری مثلا الان دوباره مثلا باز چی شد؟ مطمئن دیگه بعد از ما دوباره جور آمدین بینتون. او بدر ما یک چیز میگم سعی کنم پرش ما خلاص نشد، مجبور دارم در این بارو ما کردیم. خب ما از اوراها مشکل با هیچ قوم نداریم. یک بله اگر مشکلی هم داشته باشیم فرض مثال میگم، آره در ملت ما نمیگم در مجازی بین که ما کشم مشکل داریم خوار مادر کسی را دو بزنیم. مشکلی از اوراها با قوم دیگه زمانی میشه گفته مردکت از پاچه از اوراها بگیره، خدا بیا در جامعه ازاره بزنه، بیا نام ازاره را بگیره در زبانش به نام بد، به نام توهین آمیز. اون روز ما مشکل داریم. و این در کسایی که ما به خاطر یک دیدگاه که مثلا ملت در اوج زندگی میکنه، ما خودم زادگاه مندراب است، تقاضای تنهایی نه که چهار دانه بچه های خرد تیک تاکی، البته دیگر ها گفته بود برای ما پیام موند که می چهار دانه نفرهایی که در مجازی است اینا را بفهمان بیارین اموجا بگو خیر شما تاجک این نوی ازاره ازاره است همین دیگه خواهر مادر مردم دو نزنین. اما اینا گفتن نه، گفتن ای ما گفت تقیقا میگه پا نیستیم. ما گفتن باش شکل چه پایین انداختیم، ما گفتن برین هر کار میکنین موفق باشین زنده باشین در کار دامی دامه بتین. ما از آره ها قسمی که جوانای ما گرای درس و تعلیم گرای پیشرفتی از آرستان است، ما جوانای هم که فیلحال زنده هستیم حیات هستیم باید گرای روند انسجامی و اتحادی قوم خود باشیم، نه که خدا دنبال چیزای دیگه مطلوب بکنیم. تام باید امیر میگوسته برو خیر از هزاران خدا داره مشکل نداره، ما خودمون تنها خدا مثلا هزاره باشه هیچ وقت پایمال نمیشه و مثلا در هیچ جای هم مشکل پیشم برش نمیه. سلام علیکم بچه های افغان. دقیقا علیکم سلام بچه های افغان، چیم باید از قد میکنم ما آه سایست خیلی زیاد باشه الوده شرمنده آقای قلندر عزیز. دیگه مثلا ما زیاد چیز ندارم، ما در چیز مرا چیز بکو ما تر فالو کردم. خب تو مرا فالو بکو ما تر کار دارم. ما دیگه تشکر دیگه از وقت دادین بالا آوردین، تشکر جانم. دوست عزیز پیش از این که بریم هم یک چند نکته را برید بیان میکنم یک لحظه دوست عزیزی مشکل نده ما در خدمت گذار هستیم مالا گوش میده شما سلامت باش یک لحظه باش بعد از بعد اگه پایین رفتی برو. امروزه چرا قمانو قلمدار مردم توهین میکنه، چرا با هزاره ها فاشی میکنه؟ جدید نیست، در گذاشتم که هزاره ها در حال انسجام بود یک تعداد مردم میامد قصن یک سری پراگندگی ها را ایجاد میکرد تا هزاره ها را مصروف بکنه با او نتانه اینا روی اصل اهداف خود بچرخه. امروز از هر مسیری که هزاره نشین است هزاره ها بلند میشه میگه من هزاره هستم. دور از جغرافی و دور از مذهب اونا را مام داده جایش در میدان ظاهر شد از رویت خود بیان میکنه. اینی میگه به مجاز یک تعداد مردم ها خوش نمیخوره به خاطری که میدانه 50% جامعه شم من یه هزاره تشکیل میتونم. میدانه که در هر مسیر هزاره اکثریت است، جغرافی های استراتیجیکی در دیس ملتی هزاره است، هر نکته وصل هزاره نشین است. این می ده مجاز یک تعداد مردم ما خوش نمی خوره به ما خاطر قصد پراگندگی ایجاد میکنه، قلمدار را توهین میکنه، هزاره را توهین میکنه. ما شما صبور باشیم ولی برای قلمدار یه حق بدیم که یک گفتگو بکنه با اونا به خاطر ده یک جغرافی های زندگی میکنه که اونجا وصل است با یک تعداد مردم به خاطر یک سری نزاکت ها. و اگر نه قلمدار کدام دستی گل به قلمدار اونا نداد، قلمدار کدام دستی گل به اونا نداده.
مسئله هم دیگر یک جوشیشتگی است. سلام علیکم. و علیکم السلام. به حق حقوق میترام قائل باش، به حق حقوق دیترام قائل هستم. نه پدرم کشتیم نه پدری تکشتیم. امروز ما و شمایی که هزار هستیم ما درک از بعضی موضوعات ها داشته باشیم، خود را ناخواسته وارد یک جنگی نسازیم که به نفع ما نیست، و اگر نه به زبان فحاشی باشه برادر من بلد هستم تو توهین بکنم که رقم، ولی میدونم که نمی به نفع هم نیست، سیره به خاطری میگنه که مرا مصروف نگهداری بکنه. ما چرا امروز بیان نکنم از هزاری که در بدخشان هست که اوجه ما زمین داریم، جا داریم، خانه داریم، بیشتر از 10 ولسوالی نفوس داریم، چرا از او بیان نکنیم که هزاره ها آگاه شود؟ چرا بغلان که 80% خالصش هزاره تشکیل میده که یک نقطه استراتژیکی است، از اوجه ما میتونیم یک قدرت را در افغانستان شکل بدیم. ما میتونیم در گذشته اگر کنم چیزی به ضد ملت هزاره باشه از اوجه جلوگیری بکنیم. چرا جغرافی بغلان صحبت نکنیم از هزاره هاش؟ چرا رفته از سمنگان و از بدرستان و تخار صحبت نکنیم؟ خود را مصروف یک تعداد انسان های فحاش بسازیم که هیچ نفعی هم نداره برای ما. اونا بخاطری کارا را میکنه که ما مردم را مصروف نگهداری بکنه، ولی ما تو عاقل و بالغ هستیم، سواد داریم، فهم داریم، درک داریم. امروز اگه بیکار مانی برو برادر کتابای تاریخی هزاره را بخون، برو اطلاعات بیشتر بکن، مسئولیت داری باید اونم با از اطلاعات با مردم شریک بسازی، نسل نوی هزاره را ذهنش باز بسازی از گذشته و از امروزش. در دیدارتان جانم، سبقیتان شام. تشکر جان. سوای فروزگان نوری دیدارم خوش آمدید مگیم این بزرگوار بسیار عزیز پیشم. یک دقیقه مغز صحبت کنم دیگه بعد از مثلا چیز کنین. خیلی باید من مذرت. من گفتم که اگر از لحاظ چیز باشه که ما مثلا در اون دوره های جنگ ما حضور داشتیم، مثلا در خود مثلا از چاوگ کودسنگی گرفته بود تا هر جایی که بخوای، من سن سالم هم ریزه نیه که مثلا من بگم نه اونا رو چیزا رو نمیفهم. من کلش دیدم، ولی این شرایط نیست که مثلا ما خود درگیر همچون چیزا بکنیم. شرایط اینجاییه که ما مثلا بخوایم یک دیگه خودم در معلم یک دیگه خود شویم، نه که مثلا یک گرفتاری یک دیگه خودم مثلا بکشم بالا درو یک دیگه خود بزنیم کنسیلیم. من میدونم، من مثلا از لحاظ چیز بگویم، من کل از جنگ های اولش گرفته تا آخرش ما بودیم، هیچ مثلا مشکل چیز نداره، ولی ما همقدر درک داره، میفهمیم که چیز کی هست، چی نیست، کی خوب است، کی بد است. ما همین منتظر هستیم ببینیم که خدا چی میکنه و چی میشه. ما شنونده هستیم دیگه، در خدمت گذارتان هستیم، هرچی شما بگیم ما در خدمتیم. خدا گفته که شما حرکت کنین ما برکت میکنیم، بیاییم ما و شما حرکت کنیم که پروردگار برکت کنم. منتظری واقعی الهی نباشیم. دقیقا نینیمی خودی صحبت میکنیم، ما صحبت میکنم، قلمدار صحبت میکنم، صدای وروزگان یک انسانی با عزت و مباری صحبت میکنم، قسم بزرگواری که بالا آمده صحبت میکنم، هر ایک یک استدلالی در مقابل قوم خود داره برای مردم خود یک عرفی داره، اونمو را بیان بکنیم مردانه. بیایم امروز اما اطلاعات خود را با نسل نوین خود اقلا شریک بسازیم، برای این کار بکنیم که فردا ما میتونیم یک سرنوشت را در افغانستان رقم بزنیم. اگر ما نتونستیم به سرمنزل مقصود رسیده، ولی خط و فکر از خود بجا بونیم که نسل بعد از ما تعقیب بکنه. مزاری بزرگ آمد برادر، هزاره ها به کلی نابود بود، در حال انزوای، در حال نابودی بود، او بزرگمرد با کوچکترین امکانات یک ملت را ایستاد کرد به پایش. ما و تو خونی همو بزرگوار در وجودی ما جریان داره. ما و تو اگه او را نداریم، مکتبی او را داریم، راهی او را داریم. ما واقعا به زحمت کشیدن آمدن، بس بلاهای خود خیلی خیلی تشکر میکنم. در وقت آخر واقعا به کمک ما رسیدن. یک دقیقه این خانه اتحادی از راست، ما ازش که تشکر نمیکنیم. هر کی به خاطر هم خیر باشه دیگه، در کنار ما بود، خدا یارش هستم در کنارش. تشکر رای کار مرد نیست، بسیار با معذرت گفت قطع میکنم. مشکل خاصی نیست، ما که شنونده ایم، خوش آمدید. پروردگار حق بدم. بای جزی سلام باشید. یعنی بچه های واقعا مر اجازه میدید یا نه؟ خب برای سلام دادم، خوش آمدید. علیک سلام بچه های واقعا، من خود در شما ایمان دارم، شما میتونید هر کاری که بگیم میتونید. شما من سابق گفتم، من گفتم من در قوم خیمان دارم که قوم من هر کاری که دست بگیره ای رو میکنه، ای رقم چیز نیسته. ما با شما چیزی گفتنی ندارم، فقط افتخار میکنم در شما دیگه، چی بگویم؟ حق را از من یک متل میگم، حق
حق تو را هر کس گرفتم جو وقرش بگر از وقرش وقره را مفهومی که کجا از رای والا که پدر کسی دیگه مفهوم غیر مردمی از آره وقره دا گشه ما دا شما ایمان دارم میتونید شما خود دا اگر اینا دموکراسی و سازمان ملل و حقوق بشر خود اگر قبول داره شما در حقوق بشر ثبت هستید که شما مردم هزاره کدوم مردم هستید چی مردم هستید دیگه بالاتر از این نیست ما فقط این واجب است اولین چیزی واجب است که ما باید اینجا باید بگویم که نسل آینده ما و شما راحت شود مثل ما و شما نیاید راحت شود فقط من اولش از این میترسم که اینا این دفعه ما بین ما و شما جنگ مذهبی رو نندازه یعنی این ازی خیلی ما بیدن ما به خاطر هم لایف بیم که می جنگ مذهبی یک چیزی کسی فکر است همیره گم کنیم از بین هر که خواه من ما این ازی زیاد میترسم دیگه از گپای شما از گپای ازی بچه هم بگیم که پایین از ماستن اگر نه یک بالای سر ما باشه خینال ما می شرمیم دیگه یک بالای سر ازیستیم این گپای ازیر خوب صد در صد مثل قرواری که از قول قرو که آدم گپ میزنه اونم مثل قرواری دیگه ما خود چیزی گفته نمیتونم برای شما و یک چیز دیگه هم قوم های ازیر تشکر این چیز دیگه هم نمونه ما مردم اندراب خواه در اندراب زندگی میکردیم از دیدگاه تاجکی و یا هزاره یکی دیگر کلی اوجا بچه خاله میگن بچه کاکا و بچه همه نیست خب اینا من سرخلاص براتون میگم یکان تیره که من جمعه بچه خاله میگفتم بچه خاله اصلی یعنی مادرش مادر خواهری مادر ما باشه در ترکیه در تیک تاک نیست نداریم بچه مستقلانه میگم بچه یک بچه کاکا هم که سه روسیه در جرمنی رفته اون هم از طریق روسیه که یعنی از فامیل ما گفته رایستم در تیک تاک وجود نداره فیسبوک هست میبینه اینا نمیه تانوز بالا هم نامه در زیر لایف هست اینایی که من میگم نیست یا نو ببری حکم اشاره کرد افجا خنده و هم گرفت گفت گل بی ما یک گل گرفتیم گل مردگه وزی خاردار و بیبوی برامده گفتیم مردکه نو چوچه مانده نو اولاد مانده او هم بدد بخیر نیست و گفتن هم برای بدد یعنی ای گپاس بابر که نام خور بابر نه باش کمی گپ ترا قد کنم بابر که نام خور بابر اشتا بابر از آره است دیگه یه خوبه زو بابر است فامیدی حال پیش ما خوب بابر است ما دیگه کس از قومی بزرگ خود نمیتونم ما یه چیز نمیتونم نمایندگی نمیتونم در پیش از ما همی بابر که نام خور بابر از آره اشتا در پیش ما بابره خلاص خودت خوب به زوانم بابا است دیگه بابا قلندر بابا است دیگه و چی این همی که گفتنی درم دیگه نوبت در شما سما اینه علامت باشی در دیدار جانم بازم خوش آمدی عقی خوش آمدی عقی فستی چیستی عشی فستی و تا اندار من شما را بشناسم بالا نمیارم تا اگر نشناسم اگر خودی ما باشی خب بالا میارم اگر نباشی پایین هستی جاید جای شما فقط گوش کردن گپای ما باید باشه بدون توهین برتان میگم شما باید یک ماه دو ماه سه ماه چهار ماه بین زیر لایف بچه های ازاره گپ زدن احترام این چیزا رو یاد بگیرین بعدش با شما بین یک سلام علیک کنین در چهار ماه شما را وقت میتونم تا چهار ماه شما را اصلا قشمان را بالا میرم نه قشمان گپ میزنم چهار ماه شما را دنبال کنین تعقب کنین گپای ما را گوش بگیرین گپای ما را گپای باب را گپای بچه هزاره را کلچه گوش بگیرین بعدش چی کنین؟ بعدش با بین یک سلام علیک کنین و هم یک سلام علیک خالی نام هزاره را اگر میخواستی بگیری یک وضو بکو این را بایخی برا سرخلاص از بعد میگم یک وضو برو در دست امام تبوک و وضوی تبوک و خدا پاک پاکیزه که کدی اتا در دوران پیامبر خدا ابو جهل که مسلمان میشد اما خوارش که مسلمان شد پیامبر خدا گفت که باید یه وضو کنه خدا پاک کنه که قرآن به دستش میگیره اینمی قسم نام ازاره را که دادانت میگیری باید بدون وضو کردن و بدون امام کردن تو باید نام ازاره را دادانت نگیری از این بعد سر خلاص کرد میگم دوست داری اینمی نداری برو بخیر بری پر تاجکستان برو Yeah.
اینا اینا اولی هم و تحمل هم و شنیدن از ایره نداره، یعنی خیلی بدبختیست. مجبورم کنم بچه ها تازی بد بشنوان شنوانده قرار بگیرم. بابا میترامو چیز بخیر بابا قلنده ایشون یا ما چیزی گفتن همه تونم بخیر باش. چه خبره طرف هایت انشالله خیرتی هست قربان و زنده باشه. از خودی موستی از کسی دیگه فکر که از خود نشناختی؟ رمضان هست. رمضان ما کسی را نمشناسه. باته هم داره هزاره هستی؟ نه هزاره خونه هستم از دوستای هزاره نیستی به دردم نمیخری. فقط هزاره خونه اتحاد هزاره ها گفتیم، نشته نکدیم که هر قوم بیایی جه پیش با هزاره بودی بفرما. اترامتا میکنم سر چشمایم جاید میتون. هزاره نبودی فقط صدای ما گوش کو بس، اما کفایت میکنه شنیدن صدای ما برتان. و هر چیز دیگه هم را زنگ زدیم ما قدامت های بسیار پیش برتان میگم. یک کلا از ای بابیم که شهید شده مثلا 100 سال عمرش بود شهید شده، نه از او پیش هم نه از او پیش، یعنی سه پشت پیش یک کلا ما دارم نشان. زنگ زدم هم را گفتم روان کنیم خدا کنه در این پوستا بیم. اینا را گفتم اردکه بو چند نکی هست همون تو پسکی حرکت کنم را. خوبه نیش چیز آمده است امراض روان بابه کسه کنم مزاره یعنی سک. تو چی آمدی خود با افتخار میگیری؟ چرا آق گل؟ برو بچش آجا نشام داده رئیس. خب من نمیخوایم گردیم برای گردن طالبا بگید جسد. اوه یعنی ها بیادر با بیادر دمی 22 سال خود چشم داشتید سیل میکدید مردم هزاره کی بودن چی رقم بودن اینا آلی همی تحملش نداره. سگ را مردم در خانه خود نگاه میکنه شرف داره سگ. این یعنی یک کلمه ضعف است. شما ضعف دارید در خدا بارید در داخل بلاگ نمیکنی همی هر چی که بود قطعش هیچ کارش نمیکنی همی دیگاه را فقط اگر دیدین که خواری مادری دوزد میوت کنین با اون صدای ما را گوش کنه اما بلاک نکنه نکم اگه درد ببینه خلاصه نمت را میراتور میکنه. خب اینایی که عسکری کده برو از پدرت پرسوم کو که عسکری کده قدی بچه هزاره در خانه یک رئیس یک تاجیک یک پشتون میرفت برای امن از یعنی از کی بگویم کی امتر در مسلمان ها کی امن بود و نموتر امن است بچه هزاره دختر هزاره مردم هزاره ای فکر نکن. خوش آمده جان محمد سلام باشم با زنده باش آرام باش. من خودگی هستم یازنه تا میشون نمیش رازی کرم ده کنی هزاره کرم ده کنی خوارت ای خدا چیز نگوین خدایا آدم در یک حیوان توهین قلمدر عزیز اینا را بالا میاری انتظاری و همچنانی از اینا نداشته باش. یک ملتی که با یک فرهنگ کثیف با یک فرهنگ فحاشی بزرگ شده باشه اینمی انتظار را داشته باش برا رویدم به خاطری که به ما مادرها اینا که اینا را بزرگ میسازه خود او شیر انسانی نمیده و شیر حیوانی میده و خود یک حیوان بیش بزرگ نمیشه. حالی به همین امروز علا مشخل مغول علا جوری کش برادر همین خود یک عرفی پوچ و بیمانی اینمی جایی تا گرفتن نتانیسه و تو با یه چیزی را ثابت ساختن نتانیسی. ولی مردم افغانستان شما را درست شناخت که شما چقدر فاشیست فحاش و چقدر بی‌هویت و بی‌روزه هستین به خاطری که جز توهین کردن تحقیر کردن چیزی بیش از این بلد نیستین. حال خوارت مادرت خوارت مادرت چون من میفهمم که شما مردم نه به ناموس ارزش قائل هستین نه به پدر نه به برادر نه به فرهنگ پابند هستین به هیچ چیزی پابند نیستین. ما انتظاری آنچنانی هم از شما نداریم هیچ گله هم نداریم ولی دل ما برتان میسوزه که چرا یک ملت را ما برادر بگوییم به خاطری که شما لیاقتی برادری را هم ندارین کاری هم به کاری تو نداریم برادر شما. سلام علیکم. علیکم السلام. ولی کوشش میکنین اما فرهنگ کثیفی تو را به چشم مردم افغانستان نشان بدین. علیکم السلام. در بین گپ خو میزنی خو با وقت گپ نبود خو سلام علیک میگیریم گپ مایک تو بند میکنیم. برو کرنک میخوارک اسمه در
یعنی را بچه های از اورا میگن نه سرکو می یک چیز برتون میگن نصیحت برتون بکنم خب بدبختانه بدبختانه حالی اینا یک کار دیره گرفتم از چیزای همشیرهشون استفاده میکنه شما یک ویدیوی ما هست امو ویدیوی که بکس دیم یک دخترشون را سای کنیم بچه نیستو رسم خوارایشون را شما سای کنیم چی میگن از این بعد برای ما از آره بودن برای یک پنج تا یکی باشه ما مو کافیز نیاز نیست همشیرهایتان را برش بیارین بگین که در جان بابا قلندر برو مادرهایتان را پیش ما بیارین نیاز نکده این قکی برون بالاست مستقل براتون مگه ما نفر های کدام پایین هستین این قکی برون بالاست که اگر ما همشیره سیزتالیتان هم مثلا گلپوش و عروسپوش و تلاپوش کده بیارین با خدا سنش سعی نمیکنم این ای بالا دی قسم نیست سنش سعی نمیکنم اصلا اصلا شاید پشت مدار بودم تیر شدم میگم پدرتی من نمیخریدم نیاز نکده بگو جمع کنین خدا تا گوش درسی دیانه هم یک نفر در پایین هستی خب سعی در گوش دوالی میرسه یک روز دو روز ما که می این روز امرده که از این بعد نمی می خواهیم باشین نباشین برین خیلی در مسرتان اندرابی های عزیز که از اندراب هستین به چند نفرتان اترام دارم به نام دله باشی به سگ چوچه اترام دارم به سگ چوچه یعنی سگ خورد هم باشه اترامش هم بکنم به نام قوزی باشی سگ چوچه اترام دارم به نام ساکه باشی سگ چوچه اترام دارم به نام هزاره پسکندی باشی اترامت دارم به نام بیما باشی اترامت دارم چیزایی که دندراب است هزارهایی که دندراب است به ایناما اترامت دارم صد به صد اترامت میکنم سر چشمایم جاید میتم بجزو به هر چی که باشی دیگه لالای قند خدم خفه نکو نه در نصیحتت نیاز داریم نه به گفتارت نیاز داریم اما سنگ در جای خود سنگینی داره اگر تو میگی هم رقمیستم برو در کنار خودت باش در پیش خودت هم باش هیچ نه یا پیش ما گپ نزن نه یا پیش ما نگو والا با اندرابیا دو دشنام خورده رویس خودت هم دیدین دین روز این حالی پرین از بعد اون ملت های که بتاو میزنن پرین جمع کنین ما از آره هستم هر وقت از آره اندراب گفته دو زد دمو توهین ما میشون اگر از آره اندراب گفته دو نزد فکر بکنه مخود چهار پنج دانه تاشه یکی دمو دو دانه در بنوستین سه دانه در داخل دیسالو اونو دو میخره دیگه دو جو دو نمیخره ما از او روز از این روز باید بترسن ای میفهمی کدام روز میگم از او روزی بترسن که دوران داملا صادق و جمعه خان که بود این جمعه خان بابای من نمیگم جمعه خان او دوران اول روز اینه یادتان باشه که او روز دیگه میاد او روز خب او روز امو بابه ما که امو روزی که تانگاره که با قطارایشان یک جا خطی سلام میکردین او روز اگر بابه ما یک کمک فکری ملی داشت شما ماجرای تاجکستان در کنار خود گرفت اگر او روزی که مامور علم فکر یک کم جامعی داشت گفت که خیر از همی همجا ماجرا ما در چهار دانه تاجکستان به جوگی و جوله بیایم نور در کنار خود بگیریم اما از این روز بعد جوان ها باشته شما را کسی باشه سر قطعه سوزن همانتن نمیده شما هایی نبودین که والای نمی رو با خدا کلمبر من را با باسازی میکدم شما هایی نبودین که در خانه اشرف غنی رفتین قید چادری های زنتان بگیرین دستان سر قرآن بانین که چند دونه زنایتان در خانه اشرف غنی داخل شد یک چهار دونه هزار آمده ایجا بسته شاری ما را چپا میکنه شاری نو جور میکنه مربوط خودشان میکنه سرکای ما را قیر میکنه به نام هزار میشه در خانه اشرف غنی داخل نشدین بیا جوال ما را جواب بده کدام بد نرفتی اما چهار دونه جهرانت خاموش رفت در خانه اشرف غنی داخل نشد در خانه دکتر عبدالا کلچک داخل نشدین ما از این گپا دوست ندارم در لایف های مجازی بگم او سندا پیش ما است کی رفت فلانی خانت رفت گریان کرد گفتی یک زور خداست گفت زور تیاره دو نمی کشه گفت 20 بار تیاره جه در آن کهیم رزده نتونستیم گفت اون رفت و اندرا با پاسازی میکنه که بر حالتی که میکنه از خودش هست چهار دانه ماجرا بودین پرده تانه شوله تانه بخورین پرده تانه بکنین آلی هم شوله تبو خوب پرده تبو که ازی بعد یک قماندان غنی بیچاره بود که گفته مردکه شب روز قیق مزدن مقاومت 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 یک دو قدم خدا پیش سر کش کرد گفت بانا بیچار دانا ماجر که بنای ما خدا پیش میکنه امینا چی گو میکنه چی کده نمیادی
رمضانی را در جایش تنگ کرد، رمضانی را مستقرانه ما زنگ زدیم، چهار تا دوستی ما زنگ زدیم، تو چند وقت صبر بکو، همین که گفته مالکه که تو در اقتدار ازاره هستی، در اقتدار برسی، در بالا جای برسی، این نامت کسی دیگه استفاده میکنه، با نمی چهار تا تاجه که جلو چی کار میکنه؟ نمو اندراب که زندگی میکنه، نیستین گوی کده نمیتونین، با همی قدرت ازاره هست. باید با سجده کنین، ما گفته مالکه پس قدرت پس میاریم، بیور نشو. یک روز دو روز شما گفته مردکه ملخک جستی جستی آخر بده استی. ببر بچه ها تا این موضوع است که شاید بعضی قوم ها سرشون بد بخره گپای ما. اما سرتون بد نخنه گپای حقیقت است، حقیقت چیزی است که گفته مردکه پچیزنی نیست. قلمدر عزیز، بعضی اوقات نیاز است یک سری حقایق گفته شود تا جوانان ذهنشان باز شود، آگاهی پیدا بکنه از ظلم ها، استبداد ها، از محرومیت ها، از نابرابری ها در حق مردم ما. برای که ملت هزاره دوست و دشمن خود را بشناسه، ما ها با هیچ کی مشکل نداریم، اما هیچ دوست وفادار هم در افغانستان نداریم جز هم تباران ترک تباری ما که نوری دیده ایماست. دیگر هر کی به یک جایگاه و مقام رسیده از من هزاره استفاده کرده رسیده. نظیر سر ما شیر کردم دو چای بچه ها تا دارم چند منش رفته بود، اما کور که لایف مانده بود از جوگی هایش که هست، میگفت که تو قیقی نامزاد شده والا قسم میوت نکد، هر کی میگفت قیقی نامزاد شده بلاک میکد او روی تان قرآن ببینه دیگه پا دیگه رفت حالی در دنیا پخش شده شما جوگی های تاجکستان که قیقارتان رو ازواج میکنه. من از این بعد گفته مردکه شما را چیز نمیگم، ما در اتحاد خود قلمدر عزیز، ایراسی مردم ها عزیز که برادر اینمی دیروز هم یک بچه از هرای سات شد، دوبار اندرا برا به طور کامل تصویه کرد از القوم طالب کشید. همو قسم خود سوفرینگ ها را ما تو شاید بودیم، همی وزیر دفاع طالبان که رئیس ستاد ارتش رفت یک بچه آزار پوزیش در زمین شقید. خونو قدرت را اینا میبینه که میفهمه اینی آزاره ها اگر اینا در کنار جامعه بزرگ آزاره بره برادر آزاره بیبدیل میشه، آزاره قدرت شکست ناپذیر میشه. بعد چی کار کنه؟ یک تعداد مردم های جوگی، نداف، جوله، مردم های کم صفت، بیورزه را در میدیا روان کرده برای ازارا فاشی بکنه. برادر ما به سرایت برید میگم والا به بلا اینمی به ضرری تستو از این کدام نفی نمی بری. اگه قرار باشه تو امروز بی به ناموسی من ازارا فاشی کنی به تاریخ ما برابری ما، فردا ما دستی گلد به تو دراز نمی کنیم، این روز به این روز نمی مانه. خب می فهمیم که من سم تو هستی یک اقلیتی بیش نیستی در اون مسیر، ولی کاری نکه که فردا ما پاس یک جاشیشتگی را بشکنانیم، پامال کنیم، در پوزید که لغت بزنیم. صدای ما همیز که برادر دستی گلد کس به کسی دراز نمی کنه، احترام کنیم محترم میشی، به احترامی کدی در پوزیدان میزنیم. ساعت به ساعت تا. در ازیم دوستای عزیز، ما و شما ببینین فعلا یک ذره شرایط ها همه تو اساس است، مردم ها متاسفانه آگاهی کامل نداره، بعضی از مسیرهای از آرنشین است که با یک دیدگاه و یک ایدئولوژی دیگه بزرگ شده. بیشتر برنامه ما و فوکسی ما روی ای باشه که چی رقم بیتانیم اطلاعات خود را با مردم خود شریک بسازیم و همه قسم از تاریخ ازاره، از فرهنگ ازاره، از همه داشته های ازاره، باورهای ازاره، ارزش های ازاره برای اقلیت هایی که در گذشته به یک ایدئولوژی دیگه رفته را برایشان بیان بکنیم تا اون مردم بیدار شوه و یک دایره بزرگی از ازاره ایجاد شوه. امروزه هر یک ازاره از او دایره باشه و حق و حقوق ازاره از او دایره تامین شوه. ما شما آدرسی داشته باشیم که بتونیم منافع ازاره را در هر مسیری که زندگی میکنه تامین بکنیم. این آرزو و آرمانی بسیاری از شهدای هزاره بودن، ملی بزرگای هزاره که خود را فدا کرده در ایراها و این همبستگی هزاره کوهم که سری رایش استاد شوه، این اتحاد و این همبستگی شکل میگیره. مشعل الهویتی میراث ابدی مردم نیست، مردمایی که میگه ما با فحاشی و فاشیستی میتونیم راه اینا را اهداف اینا را دور بسازیم کور خونده. هیچ دلعی، هیچ ساکی، هیچ قرلقی، هیچ کرملی، هیچ ایماقی، هیچ قوزی، هیچ دایمیرکی ارتباط با دیگه ملیت ها نداره. اینا هزاره هستن، تاریخ داره. مردمان نجیب، مردم جنگجو، سلاشور مردمی هستن که در گذشته سرلشکر بودن، در سرقطار بودن در بین هزاره ها. اینا کسایی بودن که از سواران پیشتاز بودن در جامعه هزاره.
اینا تاریخ داره. ای را اگه تو ویتیش دزدی کردی، اگه تو فرهنگی را دزدی کردی، ولی من جوانی که از درونی اوم خیطه هستم، من امروز با آگاهی کامل رسیدم، میتونم بگویم که من یک هزاره هستم و همی هزاره بودن خود را انتقال بودم به ده تا هم تبار دیگیم. اما قسم قلمداری که خودش یک قوزی تبار است، یک هزاره تبار است، از اقلیت از دای قوزی، اینمی آدم امروز به می برخواسته که مردم خود را روشن کنه و اما قسم برا به سمت بدخشان و تخار و برا به سمت دیگر مسیرهایی که هزاره نشین است که جغرافی هزارستان شمالی را تشکیل میده. هزارستان شمالی که امروزه ما اینمی بس را در میدیو انداختیم، یک تعداد قومای ما خوسنگندوزی میکنه، متاسفانه نمیفهمن، جاهلیت میکنن، ولی اینمی هزارستان شمالی این تهدابش سالها پیش گذشته شده. این را تهدابش استاد عبدالعلی مزاری بزرگ گذاشته، این بنیاد را که این ملت در این مسیر زندگی میکنه اکثریتی مطلق است، باید اینا با جغرافی هزارگی زندگی بکنن، با فرهنگ هزارگی، با کلتور و عنانات هزارگی. امروزه اگر سنگم که سر رای ما کوبری ساچه ها، بازم ما میریم به سمتی او راهی که بزرگی ما به جا گذاشتن، ما به سمتی او راهی میریم که بتونیم مردم خود را بیدار بکنیم، برای هر یک هزاره بفهمونیم که پرچمیت ای ارزشیت است، هزارستان ای باورید و ای ارزشیت است، به ای جنوان باید از ای ارزش ها نگذری. ما جغرافی جدا از افغانستان نمیخواهیم. افغانستان سرزمینی همه مردم افغانستان است، خانه مشترک همه اقوام است، ولی هزارستان سرزمینی هزاره ها. هر یک هزاره در شمال افغانستان، در مرکز، در شمال شرق، در جنوبی، در هر مسیری که زندگی میکنه مربوط به هزارستان میشه و هزارستان تامین کننده منافع هر یک هزاره در هر مسیر است. ما امروزه برای این صدا کردیم که مردم خود را بیدار بسازیم، بگویم هزاره ای که تا هزاره ایسی امروزه میفهمی که 8000 سال تاریخ داری، تو باورمند به هزارستان باش، تو باورمند به پرچم هزارستان باش، بی حرمتی به هیچ ملیتی نکو، بی حرمتی به هیچ پرچمی نکو، ولی با داشته های خود، با ارزش های خود باورمند باش و او را مرمرک چشم خود بدان، مرد میدان باش، ای را الگو از خود به نسل بعد خود بان. شما سلامت باشون دوستای عزیز، پرعرفی نمی کنیم. دقیقا بابری عزیز، یک پیام میکنم شما قوما و همین ملت های دید دنبال عزیز پکل پکل میگه این حالی پیام بابا قلندر را روان کنید نمود کلانای تان که شما قومایی که آمدین پکل میگین. پکل از یونانستان آمد بعد از سکندر کبیر در افغانستان در جلال آباد قومای پشتو زبان ما سر میکرد، اما شما مسعود گرفت در سرش ماند، او را شما پکل اما شما مسعود ماندین. من از اما شما مسعود چیز کمی ندارم، او هم یک انسان بود، من یک انسان هستم، اینمی تاریخ بابا قلندر هستی. بعد باید به اولادای تو بگوی پکل بابا قلندر بگو، خدا کنه در گوش سعی رسته باشه. خوش آمدی.